به دنبال انفجار دیروزی که در آن مقامات بلند رتبه حکومت سوریه به شمول وزیر دفاع آن کشور کشته شدند، امروز نیز میان شورشیان و نیروهای حکومتی در دمشق نبرد جاری بود. گمان می رود که شورشیان کنترل چندین بخشی از پایتخت را به دست گرفته باشند. برای تفصیل بیشتر همکارم برشنا عمرخیل را از مقر وزارت خارجه آمریکا با خود داریم. برشنا، پس از کشته شدن وزیر دفاع سوریه، حکومت اسد در چه وضعیتی قرار دارد؟ بله فواد جان، واکنش ها در مورد بمبگذاری بسیار زیاد است که محکوم شده البته، ولی قصر سفید میگوید که بمبگذاری دیروز که باعث کشته شدن سه مقام ارشد رژیم اسد گردید بیانگر آن است که اسد کنترل کشور را از دست داده است و از جامعه بین المللی خواستار همکاری نزدیک روی یک پلان انتقال قدرت در سوریه گردید. در ضمن ساعات بعد از بمبگذاری، وزارت خزائن ایالات متحده یک سلسله تعذیرات مالی را بر صدر اعظم سوریه و 28 تن از اعضای کابینه آن کشور صادر نمود که به آن معنا که هر نوع دارایی این افراد که در ایالات متحده باشد قید می گردد. ساعات بعد از کشته شدن وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع و یک جنرال ارشد رژیم اسد در یک حمله انتحاری، رهبر اردوی آزادی بخش سوریه گفت پایان نزدیک است و شورشیان تعهد به ادامه جنگ کردند. چون این احساسات در واشنگتن نیز منعکس گردیده است. رئیس شورای ملی سوریه گفته است رویدادهای 24 ساعت اخیر نشانه ای از آغاز ختم رژیم بشار الاسد است. این نقطه واژگون شدن خواهد بود، زیرا رژیم اسد می داند که تا پایان خواهد جنگید. لئون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که حمله دیروز در دمشق نماینگر آن است که اوضاع در سوریه به سرعت از کنترل خارج می شود. آقای پنیتا از جامعه بین المللی خواست بشار الاسد را برای برکناری از قدرت زیر فشار بیشتر قرار دهد. برای برکناری و اجازه دادن به انتقال صلح‌آمیز آنچه درست است انجام دهید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست داره تصویب پیام روشن و قاطع تنبیهی علیه سوریه شد و گفت زمان رفتن آقای اسد فرا رسیده است. من پیام روشن به رئیس جمهور اسد دارم که زمان آن فرا رسیده که کنار برود. حال زمان انتقال این رژیم رسیده است. آشکار است که بریتانیا خشونت را ولو در هر طرف باشد حمایت نمی کند، ولی اگر انتقال صورت نگیرد واضح است که خشونت به جنگ داخلی مبدل خواهد شد. قرار است امروز شورای امنیت ملل متحد فیصله نامه ای را به حمایت غرب بر رای دهی بگذارد که می تواند به وضع تعذیرات علیه رژیم آقای اسد بینجامد. روسیه و چین گفتند که چنین فیصله نامه را رد خواهند کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید میگوید مقصد ما برای روسیه و سایر کشورها این است که اگر شما با اسد متحد شوید، به جهت نادرست تاریخ قرار خواهید گرفت و حال ادامه روابط با سوریه و مردم سوریه به تصامیم درست وابسته است، زیرا اسد شامل آینده سوریه نخواهد بود. بن کیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز انفجار در دمشق را که منجر به کشته شدن حداقل 3 تن از مقامات ارشد حکومت سوریه گردید محکوم کرد. مردم سوریه تاکنون هم بیش از حد رنج بردند و شورای امنیت باید با مسئولیت خود در قبال سوریه عمل کند. خانواده اسد از 40 سال بدین سو با ایجاد یک رژیم غیر قابل رسوخ و آهنین بر سوریه حکومت می کند. اما حمله بر جلسه مقامات ارشد رژیم اسد یک نقطه عطف در بحران 16 ماهه سوریه محسوب می گردد. خب پس از تشدید خشونت ها در سوریه و به دنبال حمله دیروزی، البته مهمترین نگرانی جامعه جهانی در قبال اوضاع آن کشور چیست؟ در حال حاضر جامعه جهانی و به خصوص اعضای شورای امنیت ملل متحد به صورت خاص که آن هم بالای مسئله سوریه توافق ندارند، در دو مسئله مهم نگران هستند. اولی که آنها ایراد دارند در صورتی که رژیم اسد به طور ناگهانی از بین بره، شاید هرج و مرج و بی‌نظمی در کشور به وجود بیاید و بعضی از گروه های دهشت افغان مانند حزب الله و القاعده از این بی‌نظمی و هرج و مرج و خلای قدرت سوء استفاده کنند، و دوم این که ممکن حکومت سوریه از اسلحه کیمیاوی علیه مردمش استفاده کنه، و یایی که امی اسلحه کیمیاوی در صورت هرج و مرج به دست گروه های دهشت افغان بیفتد. بله، سپاس از شما.